سلام دوستان، تو این ویدیو میخوام خیلی کوتاه یک چارتی رو بهتون معرفی کنم که خیلی در تحلیل تکنیکالتون بهتون کمک میکنه. ببینید این چارتی که من الان هستم قیمت بیت کوین دیگه. خب حالا من میرم الان رو چارت BTC USDT. خب این چارت نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده تغییرات قیمتی بیت کوین در صرافی بایننس. یعنی شما زوم اوت که بکنین، نپاک کنم، زوم اوت که بکنین متوجه میشین که قیمت رو از تاریخ از اینجا نشون میده بهتون. بذارم عقب‌تر ببینم نشون میده دیگه. نه ببینین چارت از اینجا شروع شده، از سپتامبر سال 2017 در نمودار BTC USDT بایننس. خب یعنی شما گذشته قیمتی رو ندارین که بتونین از اون، از قبل از این تاریخ استفاده کنین از اطلاعات چارت در تحلیل تکنیکالتون. حالا تو صرافی دیگه هم همینجوری، صرافی بیت ماکس، جفت BTC به تتر، تو صرافی بیت ماکس، بیت فینیکس، کوینبیس، همش یه تاریخ خاصی رو داره. یعنی چارت از سال 2009 که قیمت بیت کوین شروع شده نداره. حالا میخوام یه چارت بهتون معرفی کنم که گذشته تاریخی قیمتی بیت کوین از تاریخ پیدایشش تا الان رو بهتون نشون میده. یعنی از همون سال 2009، اواخر 2009، اوایل 2010. این چارت اسمش چیه؟ BLX. ببینید اینجا شما سرچ کنین BLX میاره براتون. Brave New Coin Liquid Index for Bitcoin. اینو میزنیم، این میشه چارتش. حالا این چارت همون چارت قیمتی بیت کوینه، اما فرقش با چارت معمولی چیه؟ این تاریخچه قیمتی رو از سال 2009 به شما نشون میده. 2009 2010 ببینید، من دارم میرم عقب، 2014 2013 2012 2011 از این تاریخ نشون میده. از آگوست سال 2010 به شما تاریخچه قیمتی بیت کوین رو نشون میده که شما میتونید از تحلیل تکنیکالتون برای این مورد استفاده بکنید. چرا؟ مثلا میخواین حمایت مقاومت رسم کنین، تقریبا کاربردی تو این موضوع نداره تو رسم حمایت مقاومت، مگر اینجا. ببینید شما اگر این رو داشته باشین، میدونستین که اینجا میتونه یه محدوده مقاومتی بوده که شکسته شده، حالا میتونه حمایت باشه. حالا کاربرد حمایت مقاومتی زیاد نداره، اما چه کاربردی داره؟ شما میایین شرایط کنونی بیت کوین رو بر اساس حالا روشایی که بهتون میگم بررسی میکنین، بعد میایین میذارین تو این پیکا. اینجا یه پیک قیمتی داشته، اون شرایط رو تو اینجا هم بررسی میکنین. اونجا نمیدونم سال 2011 باز یه پیک قیمتی داشته از نزدیک 1 دلار تا 32 دلار. اون شرایط رو اینجا هم بررسی می‌کنین. اگر ببینید که این الگو آره تکرار شده، هر وقت این الگو رو دیدین قیمت ریزش دیده، پس می‌فهمین که بازار ریزشیه و می‌تونین از اون در تحلیلتون استفاده کنین یا سودیه. بنابراین چارت BLX نکته خاصی نمی‌خواستم بگم، فقط خواستم این چارت رو بهتون معرفی کنم که برای تحلیل‌های میان مدت و بلند مدتتون کاربرد خیلی بالاتر و بهتری از چارت‌های خود صرافی‌ها داره، چون صرافی از یک سال شروع به فعالیت کردن. مرسی، بدرود. ترین ویدیوی کل این دوره باشه، کل تحلیلی این دوره باشه. بنابراین لطفاً از اول تا آخرش رو ببینید، چند بار اگر نفهمیدین تکرار کنید، چون خیلی مهمه. خب ببینید تو این ویدیو میخوام یک دید کلی و جزئی با هم برای تحلیل بازار ارز چارت بهتون بدم. و اگر یادتون باشه من قبلا تحلیل کردم که قیمت وقتی 19 مثلا 300 400 بود گفتم که میرسه. حالا میخوام بهتون بگم که از چه روشی برای پیدا کردن این محدوده استفاده کردم. ببینید شما اگر روی 3 تا چارت مسلط باشید، کل بازار ارزهای دیجیتال زیر دستتون میچرخه. اگر بتونین 3 تا چارت رو زیر دستتون بگیرید. این 3 تا چارت چیه؟ چارت BTC USDT، بیت کوین به تتر، چارت توتال که الان توضیح میدم اینا چیه، و چارت بیت کوین دامیننس. درست شد؟ چارت بیت کوین به تتر، چارت توتال و چارت بیت کوین دامیننس. هر کدوم از اینا چیه؟ بیت کوین به تتر که قیمت بیت کوینه. قیمت بیت کوین به تتر. از این جهت که مشکلی نداره. چارت توتال چیه؟ توتال میاد کل مارکت کپ رو نشون میده. مارکت کپ چی بود؟ حجمی که در کل بازار ارزهای دیجیتال هست رو توتال نشون میده. حجم پولی که در کل بازار ارزهای دیجیتال هست. درست شد؟ پس اینجا هم که زیاد ابهامی وجود نداره. حجم کل پولی که در بازار ارزهای دیجیتال وجود داره رو نمودار توتال نشون میده. و نمودار آخر نمودار بیت کوین دامیننس. این نمودار چی رو نشون میده؟ ببینید دامیننس در لغت به معنای تسلطه. خب وقتی میگیم BTCD، منظور از BTCD بیت کوین دامیننسه. تسلط بیت کوین روی بازار رو نشون میده. BTC دامیننس تسلط بیت کوین روی بازار رو نشون میده. یعنی چی؟ یعنی فرض کنین در کل بازار ارزهای دیجیتال، یعنی توتال ما، حجم کل پول در بازار ارزهای دیجیتال فرض میکنیم 100 میلیارد دلاره. 100 میلیارد دلار. حالا از این 100 میلیارد دلار 80 میلیارد دلارش داخل بازار بیت کوینه. درست شد؟ از این 100 میلیارد دلار 80 میلیاردش داخل بازار بیت کوین. یعنی چقدر؟ یعنی 80% کل پول داخل بازار روی بیت کوینه. پس دامیننس بیت کوین و تسلط بیت کوین روی بازار میشه 80%. ببین الان 63 درصد حدودا.
بنابراین دامیننس به معنای تسلط اون ارز روی مارکت هست. یعنی چی؟ یعنی چه میزان پول نسبت به کل پول داخل بازار ارزهای دیجیتال روی اون ارزه. اگر مثلا 100 میلیارد دلار باشه کل پول موجود در بازار ارزهای دیجیتال و دامیننس بیت کوین 50 درصد باشه، یعنی 50 درصد این 100 میلیارد دلار داخل بازار بیت کوین، یعنی 50 میلیارد دلار. حالا بریم تو کوین مارکت کپ این رو عملی تر بررسی کنیم که متوجه بشین که دقیق منظور ما از توتال و دامیننس چیه. بعد میرم بهتون میگم که آقا بر چه اساسی ما تحلیل زدیم و درست اومد. ببین سایت کوین مارکت کپ رو که شما باز کنین، اینو توضیح دادم دیگه، اینجا دوتا گزینه داره، مارکت کپ، دامیننس. دامیننس الان 62.1، مارکت کپ 555 میلیارد دلار. وقتی دامیننس 62.1 یعنی چی؟ یعنی 62.1% این 555 میلیارد دلار روی بازار بیت کوین. حالا مارکت کپ بازار بیت کوین این پایین چقدر نوشته؟ 344 میلیارد دلار حدود. یعنی 62% این میشه این عدد. پس دامیننس بیت کوین میزان این میزان رو نشون میده. حالا بهتون میگم که کاربرد اصلیش چیه. پس دامیننس رو فهمیدیم، اینجا هم که نوشته مارکت کپ همون توتاله در نمودار تریدینگ ویو. امیدوارم که تا اینجا ابهامی نشده باشه، چون این جلسه خیلی مهمه. بریم سراغ نمودار توتال. این نمودار توتاله. ببین نوشته 549 بیلیون، یعنی میلیارد دلار. نمودار توتال به چه درد نمیخوره؟ نمودار توتال نشون میده که چه زمانی کل بازار صعودی میشه و کل بازار نزولی میشه. پس توتال چی نشون میده؟ چه زمانی کل بازار صعودی میشه و کل بازار نزولی یا قرمز رنگ میشه. زمانی که ریزشی باشه، یعنی کندل قرمز داشته باشه، یعنی کل بازار ریخته، و زمانی که کندل صعودی ببینه، یعنی کل بازار صعود رو دیده. حالا در این بین من یک ابزاری رو بهتون معرفی کنم به نام RSI. این ابزار مهم نیست که چیه، بر چه اساسی محاسبه شده، ما فقط کاربردش رو کار داریم. کاربرد این ابزار چیه؟ این ابزار از سه بخش تشکیل شده. بخش اول این بخش سفید رنگ بالای جعبه بنفش رنگ ماست، بخش دوم خود جعبه بنفش رنگ ماست، و بخش سوم زیر جعبه بنفش رنگ ما هست. حالا RSI بر چه اساسی عمل میکنه؟ میگه که آقا اگر این شاخص، این خط رو بهش میگیم شاخصه دیگه، اگر این شاخص اومد وارد این محدوده شد، یعنی محدوده شماره 1، به این معناست که بیشینه خرید اتفاق افتاده، یعنی زیادی دیگه خرید داره انجام میشه و قیمت نیاز به یک اصلاح داره. پس اگر قیمت وارد این محدوده شماره 1 شد، یعنی نیاز به اصلاح داره. اگر قیمت وارد محدوده شماره 3 شد، یعنی آقا بیشینه فروش اتفاق افتاده، زیادی دیگه دارن اقدام به فروش میکنن، پس احتمال بالایی داره برای برگشت روند، یعنی صعودی شدن روند. این بینم خنساس، یعنی نمیشه ازش سیگنال صعود گرفت نه سیگنال نزول. حالا بنابراین هر زمان RSI ما وارد بالاتر از محدوده بنفش رنگ قرار گرفت، به معنای اینه که امکان داره نزدیک داریم میشیم به محدوده فروش، و زمانی که تو قسمت شماره 3 قرار گرفت، به این معناست که داریم نزدیک میشیم به محدوده خرید. حالا من اطلاعات چارتمو باز کنم. ببینید هنگام تحلیل من چطور فهمیدم که بازار میرسه. ببینید این مثلثی که اینجا داشتیم که خب هیچ، من اومدم حمایت مقاومت های چارت رو رسم کردم. یه مقاومت توتالی اینجا داشتیم، یه مقاومت اینجا داشتیم، یه مقاومت اینجا داشتیم، یه مقاومت هم اینجا داشتیم، یه مقاومت هم اینجا داریم. این کادر سبز رنگ که می‌بینید اینم یه مقاومت، یه حمایت عضو. این حمایت، 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 مقاومت، مقاومت. حالا پس من حمایت مقاومتامو رسم کردم، اومدم دیدم که آقا دو چارت توتال ما قیمت اومده نزدیک شده به مقاومت قدرتمند ما، یعنی به شدت نزدیک شده به این محدوده مقاومتی، پس احتمال ریزش به شدت بالا بود. خب اومدم RSI چک کردم، دیدم آقا در RSI هم شاخص ما بالای خط نرزم به حضورتون که باکس بنفشن قرار گرفته. حالا نکته که میخوام بهتون بگم چیه؟ اینه که زیاد روی این RSI جعبه هاشو خودتون رسم کنید. یعنی چی؟ من اومدم اینجا یه خط رو رسم کردم برای کاهش ریسک. گفتم آقا اگر شاخص ما بالای این خط قرمز رنگ من اومد، به این معناست که ریزش اتفاق میفته. چرا؟ من این خط رو رسم کردم. ببینید یه بار اینجا اینو شکونده که از اینجا ریخته. یه بار اینجا شکونده که روند نزولی آغاز شده. دیگه اینجا نشکونده، اینجا شکونده. ببینید اما ریزش چندانی نداشتیم. حالا اینو عملا بهتون میگم. اینجا شکونده و اینجا که باز روند نزولی آغاز شده، اینجا نشکونده، اینجا شکونده که ما ریزش قیمت دیدیم، و اینجا که قیمت ریزش دید تا حدودا حمایت بعدی و قیمت 16000 خورده دلار رو دید. حالا نکته که میخوام بهتون بگم چیه؟ پس من فهمیدم که آقا بالای این خط قرمز ما اومد، به این معناست که قراره که بازار نزولی بشه. پس اگر بازار نزولی بشه، قطعاً بیت کوین و آلتکوین ها همه با هم میریزن. درست شد. این از این. پس این تحلیل اولام بود که اومدم انجام دادم. و از اینجا هم که ما نزول رو دیدیم، تا اینجاها قیمت توتال ما ریزش دید، باز دوباره رفته بالا. دقت کنید تا اینجا ریزش دید، باز دوباره داره میره بالا. خب تریدینگ ویو من زوم شد.
خب درست. بنابراین اینو تا اینجا داشته باشین. پس توتال رو ما اومدیم یک تحلیل خلاصه شیک و مجلسی بهش زدیم، گفتیم که آر اس آی متوازی مهد قرار گرفته، احتمال ریزش زیاده، مقاومت قوی هم داره، پس این توتال ما میرزه و به زودی بازار نزولی میشه، مگر اینکه بیاد این رو بشکنه، این رو بشکنه. اگر میشکست میفهمیم که آقا تا این محدوده بالا میره، پس بیت کوین رو میخریدیم نگه میداشتیم میفروختیم که بیاد اینجا باز حالا هر حرکتی که خاص بره و اون شرایط بازار رو تحلیل رو انجام میدادیم. پس این از نمودار توتال ما بعد این تحلیل کردیم. حالا چند تا نکته میخوام تو خلال این ویدیو بهتون بگم. چه نکته ای؟ ببینید اینجا شاخص ما اومد صف خطی قرمز رنگی که ما کشیدیم رو اینجا اومده اما ریزشی اصلا ندیده، اینجا اومده اما ریزشی اصلا ندیده، مگر اینجا که حالا ریزش رو شروع کرده به سمت پایین. حالا از کجا بفهمیم که آقا بالای این اومد ریزش رو میبینه؟ خب حالا نکته اصلی اینجاست. ببینید این چارت بعد در کنار سایر چارت های BTC USDT، BTC دامیننس و شاخص های دیگه که الان بهتون معرفی میکنم قرار بگیره که بفهمید که آقا این مشکل پیش نیاد، اینجا اصلا اقدام به فروش نکنین، قیمت نریزه، یعنی از این خطا جلوگیری بکن. یه نکته دیگه بهتون بگم، نکته که میخوام بهتون بگم چیه؟ اینه که اگر دیدین که RSI شما، شاخص شما اومد سقف قرمز رو زد، ریخت، قرمز رو باز زد، قرمز رو باز زد، الان مثلا شما تو این محدوده اید، اینجایی. خب الان تحلیل شما چیه؟ حالا تو قیمت در واقع چه اتفاقی افتاده؟ قیمت رفته بالا، اینجا اصلا ریزشی نیده، رفته بالا، اینجا ریزشی نیده، الان اینجاست. خب ببینید شاخص RSI شما در یک حرکت خونساس، یعنی یک سقفی داره، از این بالاتر نرفته، اما قیمت بالعکس داره سقف‌های بالاتری میزنه. این به شما در شاخص RSI چی نشون میده؟ اینکه روند صعودی شما داره تضعیف میشه و معمولا توی برخورد سوم روند صعودی تموم میشه. طبق تجربه که از بازار داشتم، معمولا توی برخورد سوم روند نزول، روند صعودی ما تموم میشه. مثلا اینجا رو ببینید، بعد برم تو چارت بیت کوین بهتون نشون بدم. خب اینجا رو ببینید، اینجا من میام بر اساس دیدی که از بازار دارم یک مقاومت رو رسم میکنم در این محدوده که اگر شکستش من بفهمم که بازار قراره که برگرد. خب اینجا رو ببینین، تو این محدوده RSI ما اومده خط قرمز رنگ ما رو دیده اما ریزش آنچنانی اصلا ندیده به هیچ وجه من الوجوه. ببینید اینجا اومده سقف زده، اومده سقف زده اما ما ریزشی اصلا ندیدیم که. اینجا مجدد اومده سقف زده، یک کم ریخته اما خیلی نریخته. در بار سوم که اومده سقف زده دیگه روند نزولی شدیدش آغاز شده. یعنی چی شد؟ یه بار جستی سنجاقه، دو بار جستی دیگه، دفعه سوم گرفتار میشی. بنابراین اگر شما چنین الگویی مشاهده کردین که دیدین آقا RSI شما اومده بالاتر از خطی که رسم کردین و باکس بنفشتون قرار گرفته اما ریزشی نیده، بار اول، بار دوم هم ریزشی نیده، بار سوم قطعاً دیگه احتمالاً ریزش رو میبینه. حالا بریم تو حال زمان تحلیل من، ببینید اینجا رو دقت کنین. ما اومدیم خط قرمز رنگ ما شکسته در این محدود اما قیمت ریزشی نیده، دوباره اومده بالا شکسته اینجا اما قیمت ریزشی نیده، من فهمیدم که خب آقا سقف اول رو زد، سقف دوم زد، دیگه سقف سوم باید بریزه. چرا؟ چون این دو سقف نشون میده که آقا روند صعودی ما داره تضعیف و تضعیف تر میشه، ضعیف و ضعیف تر میشه. اگر بخواد این مقاومت رو بشکنه باید یه اصلاح حداقل ببینه. بنابراین در سقف سوم ریزشش رو شروع کرد به محدوده حدود 16000 دلار، 16300 دلار. بنابراین این الگو که راجع به RSI بهتون گفتم حتما تو ذهنتون داشته باشین، تو تحلیل هاتون به درد میخوره. این تحلیل لایو دیگه که من اون موقع کردم، الان دارم توضیحاتش رو بهتون میدم که بر چه اساسی من پیش بینی رو انجام دادم که شما از این بهره بگیرید. پس الان چه چارت توتال رو فهمیدیم که چیکار میکنیم، چطور ازش استفاده کنیم. RSI رو بهتون معرفی شد، فهمیدیم که این محدوده های بالا و پایینش چه نقشی داره، این خطو بعد رسم کنیم. اگر سه تا سقف دیدین چه عملی داشته باشین، بر اساس چه استراتژی از RSI استفاده کنین. پس چی شد؟ من اومدم دیدم که آقا در توتال ما سقف زده، RSI هم تو سقفه، در قیمت بیت کوین ما هم همچنین، ما سه تا سقف خونسا داریم، یعنی در یک بازن صعودی نیستن، روند خونسا دارن، یعنی این روند خونساست، اینجوری نیستن، درست شد؟ اگر هم اینجوری باشن باز نشون میده که روند صعودی شما داره تضعیف میشه. و دیدم که آقا این اتفاق داره میفته و فهمیدم که قیمت احتمال ریزشش به شدت بالاست. بنابراین چارت توتال ما سیگنال ریزش داد، چارت بیت کوین ما سیگنال ریزش داد. حالا اومدم چیکار کردم؟ اومدم رفتم تو سایت Fear and Greed Index، سایت alternative.me، دیدم که شاخص ترس و طمع ما شده 95. یعنی من الان بیارمش شاخص اینجا 94 در چه تاریخی؟ 25 نوامبر.
ریزش از کجا شروع شده؟ از 25 نوامبر. اومدیم میگه آقا شاخص شده 94-95. خب این نشون میده که بازار به شدت در طمعه و همونطور که بهتون در ویدیوی قبل گفتم شاخص ترس و طمع اگر بالای 80 بیاد یعنی داریم به فروش نزدیک میشیم، هر لحظه ممکنه که بازار ریزشی بشه. پس اون تحلیل های توتال و بیت کوین هم گذاشتم کنار چارت ترس و طمع. چارت ترس و طمع اون تحلیل های منو تایید کرد که قرار بازار بریزه. حالا یه نکته جالب بهتون بگم، نه بذارید ابزار بعدی رو بهتون معرفی کنم بعد این نکته جالب رو بهتون میگم. پس نمودار بیت کوین رو تحلیل کردیم، نمودار توتال رو تحلیل کردیم، حالا میخوام یه نمودار دیگه بهتون معرفی کنم که اینو فکر نکنم هیچ کس معرفی کرده باشه. نمودار USDTD یعنی دامیننس تتر، تسلط تتر بر بازار. ببینید تا لود بشه این شاخص چی رو به من نشون میده. این شاخص به من چی رو نشون میده؟ من از این شاخص به این شکل استفاده میکنم. اومدم یک خطی رو رسم کردم، صدام گرفت دیگه، این خط قرمز من بوده درست شد. بر اساس این خطی که من رسم کردم هر زمان این شاخص اومده خط قرمز منو تاچ کرده و یا شکسته بیت کوین ریخته درست شد. هر زمان که در چارت دامیننس من آر اس آی رو فعال کردم اومده این شاخص آر اس آی ما خط قرمز منو تاچ کرده بازار ریخته. مثلا ببینید اینجا در تاریخ 29 جولای بودن 2-3 آگوست، بریم ببینیم که آقا در قیمت بیت کوین 2-3 آگوست چه اتفاقی افتاده. اینجا 2 آگوست دقیقا، 2 آگوست میشه اینجا. اینجا چارت دامیننس ما سیگنال نزول داد، گفت آقا بازار میریزه و بعدش دید که چه اتفاقی افتاده، از قیمت 12000 ریخته تا 10000، 2000 دلار ریزش. بنابراین شما خودتون بیاین بررسی کنین دیگه، من همه اینها رو نگم، ویدیو خیلی طولانی میشه. شما بیاین این تاریخ ها رو بررسی کنین دیگه، بعد میفهمیم که آره واقعا اینجوری بوده. هر زمان اومده این شاخص خط قرمز ما رو شکسته بازار بیت کوین قرار بوده که بریزه و ریزشش رو شروع کرده. پس من اومدم دیدم چی؟ دیدم آقا قیمتی شده 19500 در نمودار تتر ما، تتر به دامیننس ما، باز اومده این شاخص خط قرمز منو تاچ کرده. پس این نمودار هم اومد تایید کرد که بازار هر لحظه ممکنه بریزه. ببینید بالعکس هم میتونید از این نمودار دامیننس استفاده کنین، میتونید یک سقف رسم کنین. هر زمان شاخص دامیننس شما اومد این سقف رو زد به این معنی است که قیمت قراره که، یعنی پتانسیل اون داره که صعود ببینه. خب این از نمودار USDT دامیننس که اومد آقا سیگنال های فروشی که از نمودار توتال از نمودار BTC به USDT گرفتیم و تصدیق کرد. بعد اینا رو من گذاشتم بغل شاخص ترس و طمع، دیدم آقا این باید بریزه، یعنی امکان نداره که بالاتر بره، چون همشون دارن میگن که این باید نزولی بشه و این نزول هم اتفاق افتاد، اون اصلاحی که مد نظر داشتیم رو دید. پس این روشی بود که من اومدم تحلیل کردم و متوجه شدم که بیت کوین قراره ریزش بگیره، به شما هم اعلام کردم. حالا این نکته جالب بهتون بگم، اون نکته ای که میخواستم بهتون بگم اینه که در عرضم به حضورتون که BTC USDT رو باز کنین، ببینید اینجا در آوریل، در آوریل سال 2019، خب در آوریل سال 2019 شاخص RSI ما اومد خط قرمز ما رو به سمت بالا شکسته. پس من اینجا یک سیگنال نزول گرفتم. پس که حدوداً 5-6 آوریل 2019، ببین چارت USDT دامیننس مون رو بیاریم 5-6 آوریل 2019 رو نگاه کنیم. ببینید اینجا در 5 آوریل 2019 شاخص ما اومد خط قرمز ما رو شکسته، یعنی شاخص تتر به دامیننس هم داره به ما سیگنال فروش میده، یعنی میگه آقا بازار قراره که بریزه درست شد. پس تا اینجا یادتون باشه چیزی که بهتون میگم، تو نمودار توتال 5 آوریل 2019 ببینید اینجا در نمودار توتال هم در 5 آوریل ما سقف دیدیم، یعنی اومده سقف زده. پس از چارت توتال هم ما اومدیم یک سیگنال فروش گرفتیم. الان چارت دامیننس تتر ما سیگنال فروش داد، چارت توتال ما سیگنال فروش داد، چارت خود بیت کوین داره سیگنال فروش میده. اما چه اتفاقی افتاد در آوریل؟ اصلا قیمت ریزشی ندید. ببینید اینجا اصلا قیمت ریزشی ندید، یک کله رفت بالا. شما اگه اینجا میفروختی رو حدوداً 5000 دلار قیمت تا 15000 دلار پیش رفت تا 14000 دلار، یعنی حدوداً شما یک سود 200% میتونستی از دست بدی. حالا نکته که میخوام بهتون بگم چیه؟ نکته که میخوام بهتون بگم اینه، شما 5 آوریل سال 2019 ببین شاخص ترس و طمع رو بررسی کنین. در 5 آوریل 2019 بریم عقب، اینجا آوریل 5 آوریل تا اینکه 2020 2019 5 آوریل میشه حدوداً اینجا شاخص بوده 65، اینجا حدوداً 5 آوریل شاخص بوده 65 شاخص ترس و طمع.
یعنی شاخص ترس و طمع ما گفته آقا فاندای بازار داره میگه که آقا تایم ریزش نیست، یعنی بازار هنوز آماده اون ریزش نشده. ما الان تکنیکالی تمام سیگنال های فروش رو دریافت کردیم، اما شاخص ترس و طمع ما اومد گفت که آقا بازار پتانسیل ریزش رو نداره، 65 باید بالای 80 باشه و بازار نریخت. یعنی این دلیل و اهمیت شدید ابزار ترس و طمع که شما از این خطاها هم میتونید جلوگیری کنید که اگر سیگنال فروش دادن اون رو در کنار اون قرار بدین ببینید که اصلا بازار پتانسیل ریزش داره یا نداره. اگر پتانسیل ریزش نداره اون تحلیل رو فیل بدین. پس این روشی بود که من اومدم بازار رو تحلیل کردم و سیگنال فروش گرفتم و درست هم از آب در اومد. یه نمودار دیگه که ازش صحبت کردم نمودار بیت کوین به دامیننس بود. بیت کوین به دامیننس چی نشون میده؟ بیت کوین به دامیننس اینو نشون میده. خیلی خلاصه بهتون بگم در نمودار بیت کوین به دامیننس، در نمودار بیت کوین به دامیننس زمانی که دامیننس ما در کفه، زمانی که نمودار بیت کوین به دامیننس ما در کفه، نشون دهنده اینه که رشد بیت کوین از آلت کوین ها بیشتر خواهد بود. درست شد؟ اگر دامیننس ما تو کف بود و توتال ما حالا بازار اگر صعودی باشه چه یا نزولی باشه، شما میفهمین که آقا اگر بازار صعودی بود که رشد بیت کوین از آلت کوین ها یعنی ارزش دیگه بیشتره، و اگر بازار نزولی بشه ریزش بیت کوین از آلت کوین های دیگه کمتر خواهد بود. درست شد؟ شاید الان گیج شده باشین. یک بار دیگه توضیح میدم براتون. ببینید کاربرد اصلی چارت دامیننس چیه؟ اینه که بهتون میگه که آقا من متین بیام الان آلت کوین بخرم یا بیت کوین، آلت کوین الان باید بخرم یا بیت کوین در معامله. این چیزو به شما نشون میده، این نکته رو به شما نشون میده. حالا بذارین بهتون بگم، اگر چارت دامیننس شما تو کف بود و بازار نزولی شد، تو کف بود بازار اگر صعودی بود رشد بیت کوین از آلت کوین ها بیشتر خواهد بود، اگر بازار نزولی بود ریزش بیت کوین از آلت کوین ها کمتر خواهد بود. بنابراین اگر بیت کوین دامیننس تو کف بود کم ریسک اینه که پولتون روی بیت کوین باشه. اگر بیت کوین دامیننس رو سقف بود چی؟ اگر بیت کوین دامیننس رو سقف بود بازار صعودی شد، صعود آلت ها از بیت کوین احتمالاً بیشتر میشه. چرا؟ چون تو سقف قراره به زودی بریزه دیگه. و اگر بازار نزولی بود ریزش آلت ها از بیت کوین کمتره. پس در هر حال بهتره که پولتون روی آلت کوین ها باشه، یعنی روی BTC نباشه. الان نکته که میخوام بهتون بگم اینه. بریم رو چارت. الان تئوری صحبت کردیم، بریم عملیش کنیم رو چارت که نکاتی که گفتم اصلا یعنی چی. خب ببینیم اینجا در شخص RSI ما، اگر بیام یک خطی رو رسم کنیم برای کاهش ریسک و این خط اینجا باشه، اینجا یه بار اومده تاچ کرده، اینجا تاچ کرده، اینجا تاچ کرده، اینجا تاچ کرده، تاچ کرده، تاچ کرده. خب زمانی که اومده خط قرمز ما رو تاچ کرده، ما چه دریافت و سیگنالی از این موضوع میگیریم؟ اینکه آقا به زودی پول از بیت کوین خارج میشه میره رو آلت کوین ها. چرا؟ چون دامیننس داره به سقف خودش میرسه، پول از بیت کوین خارج میشه میره رو آلت کوین ها. درست شد؟ پس در این مرحله، در این مرحله ما میفهمیم که آقا اگر بازار صعودی بشه که رشد آلت کوین ها بیشتر خواهد بود، و اگر نزولی باشه ریزش آلت کوین ها کمتر خواهد بود. پس اینجا من متین میام پولمو میبرم روی آلت کوین ها. درست شد؟ حالا اینجا، اینجا باز اومده سقف زده، اگر بازار نزولی بشه ریزش آلت کوین ها کمتر خواهد بود، اگر بازار صعودی باشه رشد آلت کوین ها بیشتر خواهد بود. پس من پولمو میبرم روی آلت ها، روی بیت کوین نگه نمیدارم، و همینجور الی آخر. و بالعکسش زمانی که کف رو میزنه، زمانی که کف رو میزنه یعنی اینجا حدودا و اینجا، به این معناست که شما باید برین پولتون رو ببرین روی بیت کوین. ببینید اینجا اومده یک کف زده در کف RSI ما بوده، و اینجا، اینجا بهتره که پولتون روی بیت کوین باشه. چرا؟ چون اگر بازار صعودی باشه رشد بیت کوین از آلت کوین ها بیشتر خواهد بود. چرا؟ چون دامیننس بیت کوین تو کفه. اگر بازار صعودی بشه پول میاد داخل بیت کوین از آلت کوین ها، پس رشد بیت کوین از آلت کوین ها بیشتر خواهد بود. و اگر بازار نزولی بشه با اینکه پول میاد توی بیت کوین، باز ریزش بیت کوین از آلت کوین ها کمتر خواهد بود. پس این نکته رو همیشه تو ذهنتون داشته باشین در استفاده از دامیننس. دامیننس بیت کوینه که به شما نشون میده که چه زمانی چه ارزیو باید خریداری کنین، نگهداری و اقدام به فروشش بکنین.
من دیگه گلوم داره نابود میشه، بیشتر از این نمیتونم مثال بزنم. اگر سوالی داشتین تو گروه بپرسین، چون مبحث سنگین و به شدت مهم و کاربردی بود، حتما اگر سوالی داشتین در گروه مطرح بفرمایید. مرسی، بدرود.